یه نفر توی کامنت ها به این گفت من هیچ وقت نتونستم زرش پلو با مرغ لذیذ و متفاوت درست کنم که بوی زهم مرغ نده. امروز توی این ویدیو میخوام روشی از مرغ بهتون یاد بدم که قول میدم هزاران برابر خوشمزه تر از زرش پلو با مرغ میشه. پس یاد نره که مثل همیشه اول لایک کنی و بریم سراغش. نیاز داریم به دو تا رون مرغ، 1.5 پیمانه برنج که گذاشتم خیس بخوره، زرشک اگر دوست داشتی، فلفل دلمه‌ای، 5-6 حبه سیر، 2 پیاز و فلفل تند در صورت تمایل. 50 گرم کرم نیاز داریم، زعفرون و رب گوجه فرنگی که از همین ربای پاکتی استفاده میکنم، هر کدومش 70 گرمه و یه دونه کافیه. نمک و فلفل، زردچوبه و پاپریکا هم مثل همیشه نیاز داریم. تو قدم اول میخوایم از زعفرون رنگ بهتری بگیریم. مقداری از زعفرون رو پودر میکنم و با 2 قالب یخ کوچیک میذارم به آرومی یخ آب بشه و رنگ خیلی خوبی پس میده. 2 پیازم هم سر تهش رو برش میدم. اینجوری راحت تر پوست گرفته میشه پیاز. 2 برش موازی روی لایه اولی و به همین راحتی پوستش کامل گرفته میشه. برای برش دادن اینو بگم که میتونی مثل من خلالای تقریبا ضخیم برش بدی، میتونی نگینی ریزش کنی، ولی پیشنهاد من اینه که دقیقا مثل من برشش بدی تا در پایان پیازها داخل سسمون دیده بشه و خیلی شکل خوبی میده به غذا. اینا هم 5-6 حبه سیره که با چاقوی فشار بهشون وارد میکنم، اینجوری پوستش راحت تر گرفته میشه. نیازی نیست که ساتوریش کنیم یا ریزشون کنیم. فلفل دلمه‌ای سبزم دارم که حتما از سبز استفاده کنید، یه دونه متوسط تقریبا. برای 2 رون مرغ به صورت کامل استفادهش میکنم و اینجوری برشش میدم. توی یخچالم فلفل دلمه‌ای زرد و قرمزم داشتم، به خاطر رنگ خوشگلی که دارن کمی از هر کدوم استفاده کردم. عالی شد. تو قدم بعدی میخوایم رونای مرغمونو آغشته کنیم به زعفرونی که دم کردیم. اینجوری هم بوی زهمش گرفته میشه، هم یه رنگ زعفرونی خیلی قشنگ میده به غذامون. 1/3 از زعفرونی که دم کردم و میریزم، با دستکش شروع میکنم به ماساژ دادن رونای مرغ. همه جاشو آغشته میکنم به زعفرون. ببین چه رنگی شد. میذارمش فعلا توی یخچال. ادامه کارو بریم روی اجاق گاز. توی قدم اول یه تابه میذارم و سس مرغمون رو میخوایم درست کنیم با اضافه کردن پیاز به روغنی که داغه. 2 هم میزنم به حدی که فقط پیاز نرم بشه. حالا بهش زردچوبه اضافه میکنم، پاپریکا، نمک یا فلفل سیاه. یادت باشه که نمیخوایم پیاز داغ درست کنیم، پیاز فقط باید نرم بشه. بعد از اینکه ادویه رو اضافه کردم، حدود 1 با حرارت متوسط تفت میدم تا رنگ خوش رنگ این پاپریکا بره توی بافت پیاز. حالا رب رو اضافه میکنم. 70 گرم برای 2 رون مرغ کفایت میکنه. کمی آبم میزنم که رب با همون وسط تفت بدم. اینجوری روغن کمتری هم استفاده میشه. بعد از اینکه کمی رنگش تغییر کرد، با پیاز مخلوطش میکنم. بعد از 4 فلفل دلمه‌ای و سیره رو اضافه میکنم. میتونی از سیر کمتری هم استفاده کنی. اینم یه دونه فلفل تند که طعم خیلی ویژه بهش میده، ولی تندش میکنه، مراقب باشید. بعد از 1-2 تفت دادن، همین که فلفل دلمه یه مقداری نرم شد، دیگه پخت سسمون کافیه. میذارمش که نات سرد بشه. توی تابه دیگه روغن سرخ کردنی میریزم و میذارم داغ بشه. حالا رونای مرغی که مرینت کردیم با زعفرون میچینم توی تابه. با حرارت متوسط رو به کم هر طرفشو 5-6 تفت میدم تا حدوداً 30% پخته بشه. این مرحله رو برای این انجام میدیم که اولا بوی بد مرغ گرفته بشه و دوما یه رنگ زعفرونی
تثبیت بشه روی رونای مرغ. بعد از اینکه به این حد از پخت رسید، از توی تابه درشون میارم. این روغنم دیگه استفاده نمیشه، میریزمش دور. حالا یه قابلمه میذارم و 50 گرم کره‌ای که داشتم و میریزم داخلش. با حرارت کم به آرومی آب بشه. این مرحله دیگه خیلی مهمه. بعد از اینکه آب شد، رونای مرغ رو میچینم کنار هم. این مرغ به روش دم کرده درست میشه و طعم خیلی ویژه‌ای داره. حتما درستش کن و یه تجربه لذت بخش میشه. مطمئن باش. حالا از سوسی که آماده کردیم و سرد شده میریزم روی رونای مرغ. حتما روی مرغ رو بپوشونه. اینم اون فلفل تند. یه لیوان آبم دارم که اطرافش میریزم، روی سس نمیریزم. این سس به مرور که پخته میشه میره داخل بافت مرغ ها. میذارم یک ساعت و نیم با شعله یکم بپزه. برای پلو هم به آب در حال جوش یه قاشق غذاخوری پر نمک اضافه میکنم و اون 1.5 پیمان برنج. بعد از گذشت 7-8 دقیقه وقتی آماده آب کشید شدن بود، یه لیوان آب سرد بهش اضافه میکنم. اینجوری شوکه آب سرد بهش میدیم و قد میکشه برنج. و بعد از جوش اومدن آب کشش میکنم. با آب ولرم میشونمش، نمک اضافیش گرفته شه و بریم که دمش کنیم. توی قابلمه مخصوص پلو روغن میریزم. نیمی از برنجا رو آغشته میکنم به زعفرون. از زعفرون کمی نگه میدارم آخر پخت مرغ بهش اضافه کنیم. چه رنگی داد این زعفرونه. با همون قاشق مرتبش میکنم کف قابلمه. فشار نمیدم بهش که برنج بشکنه. اینم لایه بعد که برنج سفیده. با همون کفگیر مرتبش میکنم. درشو میذارم تا بخار بده. حالا میذارمش روی شعله کوچیکتر 1 ساعت دم بکشه. بعد از این مدت سر بزنیم به مرغمون. ببین چه روغنی پس داده. باقی مونده زعفرون هم اضافه میکنم و درشو نیم باز میذارم بیشتر روغن بده بالا. قبلا که توی اینستاگرام 7000 تا فالوور داشتم، این غذا رو درست کردم و خیلی ها دیدنشو عاشق نحوه پخته شدن و درستش کردن. برای همین با خودم گفتم باید برای شما دوستانی که توی یوتیوب هم هستین درستش کنم و آموزش بدم تا از این غذای لذیذ درست کنین و لذت ببرین. برنجمون ببین چه رنگی داده. این مرغ، این هم همون فلفل تون، زرشکی که با کمی شکر و روغن تفتش دادم، این هم سس معرکه که واقعا خودش یه حکایت جداست. نگاه کن، بافت پیاز و فلفل دلمه و سیر کاملا دیده میشه. نه دیگه این مرغ بوی بد میده و مطمئن باش تجربه خیلی لذیذتری از زرشک پلو با مرغ میشه. خیلی مخلصم، خدا نگهدار.